برنامه سلام کربلا بخش فارسی شبکه تلویزیونی امام حسین علیه السلام امروز چهارشنبه میزبان مهندس میساق طالب رئیس سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق در شهر مقدس کربلا بود که وی در این برنامه به پرسش های مطرح شده پیرامون خدمات این اداره در شهر مقدس کربلا به ویژه در ایام زیارت اربعین پاسخ داد به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید مهندس میساق طالب رئیس سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق در شهر مقدس کربلا با حضور در برنامه سلام کربلا بخش فارسی شبکه تلویزیونی امام حسین علیه السلام اظهار داشت که سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق مسئول و هماهنگ کننده ی همه بخش‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در این کشور به شما می روید و تنها تنظیم کننده بین این بخش‌های حیاتی ارتباطی در کشور است. مهندس میساخ طالب با توجه به حضور گسترده زائران اعتباط آلیات در رابطه با پیشرفت زیرساخت های ارتباطی در عراق گفت بر اساس تعداد زائرانی که در حال افزایش است همه ساله باید زیرساخت ها و خدمات این بخش بهبود و پیشرفت پیدا کند که این چنین نیز شده است تا بتواند پاسخگوی نیاز زائرانی باشد که به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف می شوند. رئیس سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق در شهر مقدس کربلا با اشاره به این نکته که همکنون در ایام زیارت اربعین قرار داریم و آمارهای قطعی بعد از زیارت تکمیل و نهایی میشوند، اظهار داشت اما می توانم به شما آماری که برای زیارت آشورای سال جاری را ارائه کنم و اینکه چگونه گروه های تبلیغاتی و رسانه این واقعه را پوشش دادند. وی تعداد گزارش کردن و اصحاب به رسانه های خارجی در این زیارت را 752 نفر ذکر نمود که تعداد 511 دوربین هرفی را جهت مخابره این زیارت به سرتاسر سر جهان به کار گرفتند و همچنین 90 شبکه ماهواره‌ای زیارت آشورای امسال را پوشش دادند. مهندس میستاق طالب با تاکید بر اینکه زیارت اربعین از همه لحاظ گسترده تر و جهان شمولتر است گفت در این اجتماع عظیم از همه لحاظ اعداد بسیار زیادی از انسانها را در سر تا سر دنیا گرده هم می آورد و ما هم تلاش می کنیم تا بیش از دو هزار رسانه از سرتاسر سر جهان را به این زیارت فرا بخوانیم و امیدوارم که آمارهای چشمگیری در نهایت این زیارت ارائه دهیم. رئیس سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق در شهر مقدس کربلا در ادامه گفت در حال حاضر زائران زیادی به عراق آمدند و این مسئله فقط مربوط به شبکه های نیست بلکه تبلیغات دیجیتالی نیز سهم به سزایی در این زمینه داشته و در سال جاری توانستیم تعداد بسیاری از اصحاب رسانه های دیجیتال و فضاهای مجازی را همراه داشته باشیم که در پلتفرم های مختلف مثل یوتیوب و فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام اقدام به تولید محتوا می کنند. وی در ادامه گفت بر اساس آماری که برای دهه محرم سال جاری به دست آمده است دریافت بیش از 24 میلیون سیم کارت در کربلای معلا به ثبت رسیده است که این مقدار فقط در ده روز اول محرم امسال بوده و این به این معنی است که اگر بخواهیم این تعداد را بین شرکت های مخابراتی تقسیم کنیم تقریبا می توانیم بگوییم که بین 8 تا 9 میلیون زائر را در این ایام وارد شهر مقدس کربلا شدند و در نتیجه انتظار داریم که امسال تعداد افراد شرکت کننده در زیارت اربعین بین 27 میلیون تا 31 میلیون نفر باشد. مهندس میساق طالب با آمادگی های این مجموعه برای رویارویی روی با این زیارت از لحاظ زیرساخت های ارتباطی گفت زیرساخت های همه شبکه های تلفن های همراه به روز رسانی شده و بهبود یافتند و اتاقهای بازرسی جهت بهینه‌سازی خدمات ارتباطی تأسیس شده که بیش از 350 نفر در این اتاقها حضور دارند تا کیفیت ارتباطات تلفنی را برای زائران در تمامی مسیرهای انتهایی به مرکز شهر کربلا تأمین کنند. همچنین ماشینهای خاص و MMS جهت تقویت سیگنالهای ارتباطی وارد ناوگان خدماتی شدند. رئیس سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق با اشاره به هماهنگی صورت گرفته با سازمانهای همتای ایرانی افزود ارتباط اینترنتی بین دو کشور برقرار شده تا سرویس رومینگ به صورت مستقیم برای زائران فراهم شود و سرعت ارتباط اینترنتی دارندگان سیمکارت های ایرانی بیشتر و با قیمت کمتری صورت بگیرد و انشاءالله و به لطف خدای متعال و اهل بیت امسال شبکه اینترنت و اتصالات در ایام زیارت اربعین در وضعیت خوبی قرار خواهد گرفت